علیرغم اینکه جامعه بین المللی از هر دو طرف درگیری در مصر خواسته است از خود خیشتنداری نشان دهند، شکاف میان آنها بیشتر می شود. سه مجددا دولت آمریکا به دولت مصر هشدار داد که سرکوب طرفداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده و بازداشت اعضای اخوان المسلمین می تواند بر روابط دو جانبه خصوصا کمک سالانه یک میلیارد و 500 میلیون دلاری آمریکا تاثیرگذار باشد. This دولت موقت مصر قول داده تا به سمت برقراری دولتی غیر نظامی و منتخب به طور دموکراتیک حرکت کند. خشونت های هفته گذشته که تا اول این هفته ادامه داشته مقایر با این قول است و این یکی از فاکتورهایی است که در بررسی کمک های ما دخیل است. اما آقای ارنست مسرانه گفت کمک های اقتصادی آمریکا به مصر قطع نشده. او و همتایش در وزارت امور خارجه آمریکا میگویند توزیع این کمک مطابق قوانین و مقررات است که یک شبه لغو نمی شوند. Right now, whether... در حال حاضر کلیه کارشناسان ما کمک ها را مورد به مورد در دست بررسی دارند تا ببینند آیا طبق مقررات هستند یا نه و تا زمانی که تصمیمی کلی گرفته نشود کمک ها ادامه دارند. در کنگره آمریکا هم موافق و هم مخالف ادامه کمک ها دیده شده. سناتور جان مکین یکی از مخالفان ادامه کمک است و معتقد است مصر بدون کمک مالی آمریکا دوام نمی آورد. نخست وزیر دولت موقت مصر گفته است آمریکا و مصر هر دو به هم احتیاج دارند well, but... پول زیادی از کشورهای عرب میگیرند اما تجهیزات نظامیشان آمریکایی است قطاعات و نگهداری از آمریکاست توریسم امریکایی هان. اگر بخواهند از صندوق بینالمللی پول وام بگیرند احتیاج به موافقت آمریکا را دارند نظر آقای نخست وزیر محترم است و خواهیم دید اما آمریکا نفوذ دارد اما اگر از آن استفاده نکند آنگاه نفوذ نخواهد داشت دولت آمریکا در اعتراض به برخورد خشن دولت مصر با تظاهرکنندگان، کنندگان تحویل چهار جنگنده F-16 و تعدادی هلیکوپتر آپاچی را قطع و مانور دو سالانه با ارتش مصر لغو کرده است اما کمک های اقتصادی برای سازمان های غیر دولتی بهداشت ترویج و اجرای امور دموکراتیک به دولت ادامه دارد دوشنبه در واشنگتن مصریان مهاجر در مقابل سفارت مصر دست به تظاهرات زدند آنها مخالف بر کناری مرسی و سرکوب طرفداران او بودند <applause> گیتا آریان صدای آمریکا واشنگتن